سلام همراه ما هستین در یکی دیگه از برنامه های هفتگی نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی همراه من اتی نیک و همکارم میلاد رسای منش ما تلاش میکنیم در برنامه های هفتگی نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی به موضوعات مهم در حوزه خدانوباوری و اکس مسلم بپردازیم در هفته ای که گذشت میلاد سلام ممنون که با ما هستی از خبر خودت چی رو میکنیم سلام میکنم اتیه عزیز سلام به مخاطبین اکس امیدوارم حالا همگی خوب باشه و تا آخر این برنامه هم همراه ما باشی دوستانی که از طریق پادکست برنامه رو میشنوید دوستان چهارم فوریه در حقیقت سالگرد تاسیس فیسبوک هست و چهار فوریه یعنی حدود پنج روز پیش در حقیقت بیستمین سالگرد تاسیس فیسبوک به عنوان یک رسانه در دنیای سوشال نتورکینگ رو مارک زاکربرگ و برسات دستر در کاران فیسبوک جشن گرفتن همون موقع که برسات این خبر منتشر شد خیلی دلم میخواست که در این رابطه یه برنامه داشته باشیم و اینکه چقدر صورت این پلتفرم های دنیای مجازی از جمله فیسبوک به رشد آتئیزم و خداناباوری خدا و مبارزات مردم علیه اسلام و اسلام سیاسی کمک کرده یه برنامه ای رو داشته باشیم و در این رابطه صحبت بکنیم من تا دیروز میگه آفتاب آمد دلیل آفتاب خبری اومد که شرکت متا بالاخره مال نمیدونم دقیقا کی علی خامنه ای به اینستاگرام وارد شد ولی گفتش که در تمامی پلتفرم ها شرکت متا علی خامنه ای رو اکانت رو میبنده یعنی شامل فیسبوک و اینستاگرام هست البته شرکت متا همچون که در تصویر هم میبینید صاحب فیسبوک مسنجر و واتس اپ هم هست ولی برصد حضور علی خامنه ای در اینستاگرام و فیسبوک از شرکت هایی که مرتبط با متا هستن خیلی مشهود بود و گفته بود که برصورت این اکانت ها رو میبنده که خب خبر به نظر من بسیار خوبی حالا سوال این هستش که اساسا چرا از روز اول یک کسی مثل علی خامنه ای که اینقدر جنایت کرده علیه مردم و اساسا حتی اگر قوانین آمریکا را ما در نظر بگیریم مطالبی در پیج علی خامنه ای بازنش می که جون سربازهای آمریکایی و شهروندان آمریکایی را به خطر می برای نابودی اسرائیل تهدیدایی رو پست میکرد من واقعا نمیفهمم که اصلا چرا یه شخصی مثل علی خامنه که مکررن نه فقط قوانین فیسبوک قوانین بین و قوانین انسانی رو رد میکنه باید در, در حقیقت فیسبوک حضور داشته باشه دوستان میدونن که شما خود من فکر میکنم حداقل دو تا اکانت هم از دست دادم به خاطر فعالیت هایی که میکردم بر علیه اسلام و در یک مقاطعی بر فعالیت هایی که علیه استبلیشمنت داشتیم فعالیت یعنی که برسات هم پست هایی که حالا منتشر میکرد کار خاصی به اون معنا ما نمیکردیم ولی برسات فیسبوک اکانت ما رو خیلی سریع میبست ولی علی خامنه ای حضور داشت و خیلی هم راحت علیه برسات شهروندان ایرانی و شهروندان آمریکایی مطلب پست میکرد و اونجا سر ما رو گنده حضور داشت بررسد خبر اومد که این فرد در حقیقت یعنی متا تصمیم گرفته که اکانت علی خامنه‌ای در اینستاگرام و فیسبوک ببنده با این توضیح که بر صورت توییتر یا پلتفرم ایکس که الان متعلق به ایلان ماسک هست همچنان اونجا علی خامنه‌ای حضور داره و یک حجم زیادی از کاربران من دیدم که اومدن ایلان ماسک رو تگ کردن که اگر متا این کار کرد الان نوبت ایلان ماسک که در حقیقت علی خامنه‌ای رو از توییتر یا پلتفرم ایکس هم اخراج بکنه اما دوستان همونجوری که در مقدمه هم گفتم فیسبوک 20 ساله شد اگر دوستان یادشون باشه واسه من 36 سالم هست الان و فکر میکنم فیسبوک یه جورایی اون پلتفرمی بود که نسل ما خیلی باش ارتباط برقرار کرد در جنبش سبز و اعتراضاتی که در اون سال شکل گرفت فیسبوک یک نقش بسیار مهم داشت من حتی یادمه قرار بود که یه مدت سرعت فیسبوک کم بشه ولی پیام اومد که به دلیل اعتراضاتی که در ایران بود اون تعمیرات رو به تعویق انداختن که کاربرا بتونن از فیسبوک استفاده بکنن اتفاقاتی که در اون سال افتاد در حقیقت سرمنشه الهام شد یک نوع الهام بخشی داشت برای اعتراضاتی که در مصر مشخصا و در کشورهای دیگه عربی که اون تحت عنوان اون اعتراضات رو بهار عربی ما میشناسیم خیلی الهام بخش بود و غیره در این حال با, با توجه به اینکه بحث مخاطبین ما عموما خدا ناباوران هستند و اساسا ما سعی میکنیم در رابطه جنبش خدا در اکس صحبت بکنیم جنبش اکس مشخصا میدونیم که آتئیزم خیلی واقعا وامدار فیسبوک هست یعنی شاید جز اولین پلتفرم هایی بود که کاربران ایرانی موفق شدن با مبانی فکری آتئیسم با توجه به زمانی هم که در حقیقت آت... فیسبوک شروع به فعالیت کرد با گفتمان ها و مبانی فکری آتئیزم آشنا بشن دوستان اگه یادشون باشه قبل از فیسبوک مثلا یه پلتفرم بود به نام اورکات که از طرف گوگل سازماندهی شده بود که در یک ابعاد خیلی کوچکتر از فیسبوک همین امکانات رو داشت مای اسپیس بود یا هو بود ولی ظهور فیسبوک بسات باعث شد که همه اونها در دکوناشون بسته بشه و به عنوان یک کتاز عرصه سوشال میدیا فیسبوک حضور داشته باشه و همین ام با توجه به اینکه یک اجماعی رو به وجود آورد که در حقیقت تمامی همه, همه کاربرا از جمله چهره های مطرح آتئیستی در دنیا مثل, مثل ریچارد داکین، سم هریس، کریستوفر هیجنز، دانیل دنت اینا حضور داشتن در فیسبوک منجر به این شد که گفتمان آتئیسم بست و گسترش پیدا بکنه من اگر اجازه بدید یک نگاهی قبل از برنامه داشتم کردم مثلا کلمه Atheist رو من در فیسبوک همینجوری که در این صفحه بینید سرچ کردم پست های زیادی در رابطه با روز آتئیسم که مثلا خوب خود نهاد ما هم در همین رابطه بسیار فعال بوده رو آورد الان با توجه مثلا این عکسی هستش که در در صفحه آتئیست های در حقیقت سوئد ایتیست Esvariه منتشر شده و وقتی که شما این رو سرچ میکنید میبینید که یک حجم زیادی از پست و مطلب در رابطه با روز آتئیزم اینجا به اشتراک گذاشته شده و یا مثلا یک نمونه دیگر هم اگه من اینجا خیلی سریع بتونم به شما نشون بدم من خود کلمه در حقیقت آتئیست رو سرچ کردم و از پست ها یعنی ازش خواستم که صفحاتی که ساخته شده نه پست که مردم گذاشتن رو نشون بده ببینید چه تعداد در حقیقت صفحه با نام آتئیست به فارسی هستش آتیست های افغانستان آتیست های هلند این احتمالا ضد مصرت آتئیست، آتیست ها و آگنوستیک ها که خب همین خودش نشون میده که چه جنب فکری عظیمی در بین کاربران فارسی زبان ایرانی و افغانستانی در, رابطه با خدا و آتیزم وجود داره و خب شما تبلورش رو در فیسبوک میبینید فیسبوک خیلی خیلی کمک کرد به این موضوع که در حقیقت در بین فارسی زبانان بیشتر شناخته بشه این نکته رو هم میخوام اشاره بکنم که سهيل عربی عزیز که یکی از بقیده من سرشناسترین و دوست داشتنی ترین افرادی هست که در باب خدا فعالیت کرده و هزینه زیادی هم در همین رابطه داده کسی بوده که به جرم انتشار مطالبش در فیسبوک در حقیقت اولین بار حکم میگیره یعنی ببینید نقش فیسبوک انقدر تأثیر گذار بوده که بواسطه سایبری های جمهوری اسلامی اونجا حضور داشتن و فعالیت های عربی رو رصد کردن و از همون طریق هم بهش حکم دادن و زندانیش کردن و غیره الان هنوز هم به درجات سهیل عربی عزیز در فیسبوک فعال هست ولی جنبندی بخوام بکنم امروز که صحبت میکنیم برصد بعد از گذشت 20 سال پلتفرم های سوشال نتورکینگ گستردگی بیشتری داره و شاید برای فارسی زبانان فیسبوک اون نقشه که برصد 20 سال پیش داشت و دیگه نداره الان اینستاگرام هست و مثلا تلگرام خیلی فعال هست در پلتفرم ایکس ما میتونیم ببینیم به خصوص مثلا پادکست شما اگه علاقه من باشید گوش بدید خب در اسپاتیفای و تلگرام خیلی به نظرم در حقیقت مطالب قنیتری رو تا فیسبوک میتونیم به وجود بینی پیدا بکنید منتها و تمایز این, این کار ارزشمندی که فیسبوک انجام داد برای گسترش تفکر خدا, ناباوران خدا ناباوران در بین فارسی زبانان این بود که یک نوع سنت و در حقیقت یک نوع متد کار جدید رو معرفی کرد یعنی شاید شما سابقا باید به صورت کلاسیک کتاب میخوندید و یا مثلا از طریق بحث بحثایی که حضوری شکل میگرفت یه سری مبانی فکری رو به دسترسی پیدا میکردید ولی فیسبوک باعث شد که یک حجم عظیمی از اطلاعات که در دنیا رد و بدل میشد در یک بازه زمانی خیلی کم ترجمه بشه و در اختیار فارسی زبانان قرار بگیره و یک نوع سنت جدید یک نوع متدولوژی جدید فکری رو به نظر من به ایرانیان و افغانستانیان یاد داد و خب بعد از اون پلتفرم های بهتری اومدن که همون کار رو انجام دادن ولی فیسبوک به عقیده من سراغاز یک نوع تغییر در نگرش آتئیزم ایرانی بود و از این جهت واقعا من فکر می‌کنم تک, تک ما تک, تک ما خدا ناباوران اکسپانسل ما به درجات به فیسبوک مدیون هستیم به همه دوستداران فیسبوک 20 سالگرد تاسیس این پلتفرم رو تبریک میگم و خب امیدوار هستم که به صورت ضمن اینکه صفحه ما رو در فیسبوک لایک میکنید همچنان از طریق اینترنت و سوشال نتورکینگ برای بست و گسترش آتئیسم تلاش بکنید و از این در اطلاعات بیشتری هم در رابطه با ضرورت خدا وری و اینکه به اصالت چطور به خوشبخت تر شدن انسان ها کمک میکنه رو دریافت بکنید عطیه عزیز با شما برسی از موضوع جالبی که میلاد پوشش دادی و توضیحات است. خب دقیقا مدیا اجتماعی خیلی تونسته که در مواقع واقعا حساس به کمک مردم بیا در اعتراضات یا به هر گونه ای که مردم خواستن که ابراز عقیده خودشون رو بکنن سوشیال مدیا بسیار به اونا کمک کرده خب فیسبوک هم که یکی از قدیمی ترین هاست و همچنان درسته که الان ایکس اومده اینستاگرام سال چند سالی که اینها اینها هستن یا تلگرام پادکست اسپاتیفای همه اینایی که تو اسم بردی ولی خب هر پلتفرمی هر همچنان هم جایگاه خاص خودش رو داره و برای یک منظوری استفاده میشه و یعنی اون منظور رو بهتر میرسونه و فیسبوک هم همچنان جایگاه خودش رو داره مثلا خب مطالبی که میشه تو فیسبوک گذاشت خب خیلی فرق میکنه با مطالبی که تو اینستاگرام هست شرایطش اصلا پلتفرمش فرق میکنه برای همین همچنان جذابیت خاص خودش رو داره و همونطور که تو گفتی همون زمان که خیلی از پلتفرمای دیگه نبود فیسبوک خیلی تونست کمک بکنه و ایرانی ها هم که یعنی فارسی زبان ها هم در اون همیشه فعال بودن و تونستن از این طریق بیان عقایدشون رو بکنن که تحت حاکمیت جمهوری اسلامی و با قوانین اسلامی که در ایران هست آزادی بیان هرگز به رسمیت شناخته نشده خب من با توجه به اینکه وقتمون کمه برم سر موضوع جذاب و جنجالی خودم توهین به مقدسات این موضوع خیلی موضوعیه که خب خیلی بحث برانگیزه خیلی هم همیشه در موردش صحبت ما خودمون توی نهاد اکس مسلم خیلی برنامه در موردش داشتیم کلی مهمون تا حالا داشتیم روز توهین به مقدسات داریم که سب... سی سپتامبر هست من فکر میکنم که توهین به مقدسات نه تنها حالا از اون بخشش که موضوع جنجالیه ولی توهین به مقدسات یک موضوع بسیار واجبه یعنی در زمانی که ما همچنان داریم در این دنیای جدید دنیای مدرن همچنان داریم میبینیم که چه توحش های اسلامی صورت میگیره چه تابوهایی هست که اه واقعا اه اه حالا من از این منظر بهش نگاه میکنم که چقدر واقعا قوانین اسلامی اونها رو باد میزنه و حمایت میکنه از اونها واقعا مهمه که از و از هر چیزی میان تقدس به وجود میارن و به خاطر که یه اسم تقدس روش میذارن و میتونن که با اون همه کاری بکنن اعمال سرکوب بکنن در واقع برای همین بسیار مهمه که این بحث همه جا مطرح بشه و خب یک روز اینطوری داشته باشین تو این مقدسات بشه و این تابوها شکسته بشه خب حالا در مورد حالا چی شد که دوباره ما به این فکر افتادیم یعنی این اومد دوباره روی میزه کار ما اینکه خب دیروز یه خبری منتشر شد که انگار که دادگستری جمهوری اسلامی اومده این یک شرکت بزرگی که فکر کنم همه میشناسینش دیجی کالا هستش که اون رو مثل اینکه گفتن که نباید دیگه کار بکنه چون که به مقدسات توهین کرده خب با اینکه اول من اینو بگم که یه چیزایی یه جست گریخته از این ور یه خبرهایی هم منتشر میشه که همین دیجی کالا به یک روابطی هم با سپای پاسداران داره و با توجه به اینکه یک همچین شرایطی داشته یک همچین چیزایی رو تولید کرده و با توجه به اینکه یک همچین روابطی داره الان محکوم شده میخوام بگم که خب دقیقاً بخاطر دقیقا به خاطر همین لیوان هایی که تولید کرده و روشون یه همچی چیزایی نوشته که این لیوان دهنی فاطمه زهراست لطفا از اون آب نخوریم و از این دست نوشته ها روی این لیوان ها بوده مجرم شناخته شده و از طرف جمهوری اسلامی به گفتن که توهین مقدسات کرده اما خب حالا من میخوام این نکته رو زیر ذره ببرم اینکه اینکه حتما برای ساخت یک همچین تولیداتی یک پروسه در جریانه یعنی این پروسه ای که یک طراحی این طرح رو میده نقاشی میکشه نوشتهش رو مینویسه میدن به کارخونه رنگش قطعا باید در موردش تصمیم گیری بشه تمام این مراحلی که برای تولید این هست یک انسان های براخره این سر کار هستن که این مراحل رو دارن پیش میبرن دیگه یعنی در تمام طول این مراحل هیچ کس این نوشته ها و عکس ها رو ندیده هیچکس کس متوجه این موضوع نشده تا زمانی که به مرحله تولید رسیده و برای فروش اومده میخوام بگم که این انقدر این مسئله عادی بوده که نظر هیچ کس رو جلب نکرده یعنی از نظر همه خیلی موضوع عادی بوده و در واقع از نظر همه توهین به مقدساتی که این اسلامیست ها اسمش رو میذارن مقدسات برای همه مردم بسیار عادیه یعنی انقدر عادی شده که هیچکس تعجب نمیکنه از این دست لیوان ها حالا اگر اینکه یه سرچ کوچیک شما تو همین پلتفرم X بزنین از این دست نوشته ها روی تولیدات مختلف نه فقط لیوان یا حتی من روی بالشش رو دیدم تمام اینها رو میتونیم پیدا بکنیم میخوام بگم که نه فقط حالا این تولیداتی که دیجی کالا تولید کرده ولی اگه نگاه بکنین مخصوصا در سال اخیر این شوخی کردن با مقدساتی که اساسا اسلامیست اون رو مقدسات میدونن خیلی رایت شده خیلی مردم برای مردم خیلی عادی شده همینطور که میبینیم من فکر میکنم در اینستاگرام هم همه مخاطبین دیده باشن خیلی شوخی میکنن موقع رانندگی اینا با این امامایی که مسلمانا دارن جعفر صادق نمیدونم همشون خیلی شوخی میکنن و خیلی هم شوخی هاشون اتفاقا خیلی وقت هم شوخی هاشون خیلی هم تنده برای همین میخوام بگم که خیلی موضوع عادی شده و از اون طرف نگاهی که از طرف دیگه چقدر این موضوع تأثیر گذاره روی خطی مشی که جمهوری اسلامی داره چون براش بسیار برای جمهوری اسلامی شکست شکننده است یعنی جمهوری اسلامی با این جور چیزا دقیقا میدونه که که می تونه پایهاش بلرزه برای اینکه اون اتوریتی که داره اون شرایطی که داره به وجود میاره به واسطه مقدسات سرکوبی که به واسطه مذهب داره انجام میده واقعا به لرزه میفته برای همین خیلی مقابله میکنه خیلی شرایطش بد میشه ولی از چیزی که میخوام بگم اینه که چقدر میتونه تاثیرگذار باشه در هر چه از از قدرت انداختن اسلام در کشورهای اسلام زده به خصوص ایران و قد میتونه مؤثر باشه البته این رو هم میتونم بگم که خب خیلی این شرایطی که الان به وجود اومده بابت این تویم مقدسات و اینها همونطور که گفتم خیلی این موضوع من فکر میکنم که میلاد خیلی ربط داره به اینکه چقدر جنبش ضد مذهب در ایرانی که حتی که میاد جمهوری اسلامی با اینکه جمهوری اسلامی انقدر وحشیه انقدر توحش به خرج میده چقدر جنبش ضد مذهب قویه چقدر واقعا پیشروه چقدر هر روز داره جلوتر میاد و خودش رو بیشتر ظهور میرسونه و این چیزاش شواهدش رو هم که با هم دیگه میبینیم برای همین من فکر میکنم که خیلی خیلی جالب بود به نظر من خیلی خوب بود و من واقعا خودم این ها رو ندیده بودم هم خیلی بسیار خندداره همین که خیلی هم جالب بود و به نظر من نشوندنده مترقی بودن یک همچین تفکراتی است که در ایران هست میداد ممنون میشم اگر که تو نکته ای داری بشنم مرسی عتیه جان من حالا فقط متوجه نشدم امام جعفر صادق رو چرا انتخاب کردی اون وسط <applause> از فاطمه زهرا رفته امام جعفر صادق امام شیشمه اون وسط یو جعفر صادق ولی نکاتت <applause> نکاتت من من نکات درستی بود و خب این درصد این در فنجانی هم که تولید کردن بهش میگن ماک این ماگی هم که تولید کردن خیلی جالب بود و طرح روش هم خب خیلی با مزه است میدونن دوستان حتما خب در غرب این خیلی بابه که برصد افراد روی اون فنجوری که توش قهوه می نوشن معمولا طرحهای با مزه وجود داره بعضاً حتی خودشون میتونن این کارو بکنن یک همین کار خودش یک فرهنگ غربی هست و برصد دیجی هم از اون اقتباس کرده و اومده یه جوکی رو با فاطمه زهرا گذاشته عطیه توضیح داد من فکر می کنم ایران که بحثت تحت اون تعریفی که میکنن جز کشورهای اسلامی هست که ما این تعبیر رو نداریم جز کشورهای اسلام زده ای هست که در حقیقت شوخی با مقدسات مذهبی ترند روزه مثل نقل و نبات مردم با اون چیزی که نباید به قول معروف و آخوندا خوششون نمیاد شوخی میکنه اینقدر این بابه بسید من خودم یادم هست وقتی ما ایران زندگی میکردیم جوک برای پیغمبرا و نمیدونم ائمه اطهار و غیره خیلی باب بود و اصلا تو حتی افرادی که به درجات مذهبی بودن این جوکا رو میگفتن و خب وقتی که من از کشور خارج شدم متوجه شدم که بعضی حتی تو کشورهای سکولار در غرب هم وقتی که میخوان شوخی بکنن با مقدسات مذهبی به خصوص اسلامی در این ابعاد شوخی نمیکنن این یک خصیصه ای ایرانی هست به قول معروف پرژن ورژن هست که <laughs> <laughs> فقط در ایران شما میبینید که تا این سطح با مقدسات در حقیقت <clears throat> میخوام شوخی میشه و خب باعث تابو سازی از کلمات و اینکه باعث یه سری الفاظ مقدس هستن هم همچنین که عتی توضیح داد ابزاری هست برای سرکوب فکر و سرکوب گفتار و خب خیلی اهمیت داره که در حقیقت تابوزدایی بشه اگرچه که کسانی که این ماگ رو ساخته بودن من فکر نمیکنم قصدشون بست و گسترش گفتمان سکولاریستی بوده اونا میخواستن یه کالای با مزه تولید بکنن و که بفروشن ولی خب نشون ولی همین به برخوردی که دادگستری جمهوری اسلامی قوه قضایی انجام داده نشون دهنده این هست که هنوز جا داره که ما برای آزادی بیان و اینکه افراد حق داشته باشن هر جو دلشون میخواد با مقدسات شوخی بکنن کار و فعالیت بکنیم و این رو هم فقط جمله بخیر بار دیگه میخوام تاکید بکنم که بر ایران شاید یکی از سکولارترین و ضد اسلام ترین جوامع دنیا هست من قبل از این برنامه نگاهی میکردم به حجم کانال های یوتیوبی که با مقدسات شوخی میکنن و بعد فالوورایی که این افراد دارن تعدادی که مردم اینها رو نگاه کردن واقعا مثال زدنی حالا شاید اصلا توی برنامه دیگه ما بتونیم در تو این یوتیوبرایی که داستان های مذهبی رو مسخره میکنن یه برنامه مفصل داشته باشیم ولی خب همین اینکه که برساد توی کشور اسلام زده ای ایران که ما در حقیقت شوخی با مقدسات میتونه حکم اعدام داشته باشه یه کالایی به این شکل تولید میشه نشون دهنده برصد اون جنبش ضد دین و تنفر مردم از اسلام هستش که در جامعه ایران وجود داره عتی عزیز بفرمایید ممنون من فقط سری یک جمله رو بگم اینکه حتما به این دقت بکنین که چقدر پایه های اسلام واقعا لرزیده این موضوع مال امروز هم نیست که یک شرکتی که واقعا با سپاه در ارتباط یک همچین کالایی رو تولید میکنه مرسی از همه شما عزیزان که تا این لحظه همراه ما بودیم و دوستان عزیزانی که ضبط شده برنامه ما رو از تلویزیون کانال جدید خواهید دید راه ارتباطی ما رو در پایان برنامه خواهید داشت از اون طریق با ما در ارتباط باشید تا برنامه دیگه اوقات خوشی رو براتون آرزو میکنم